پیشه کشتنی نیست، این است باور ما و به راستی سالهای سال است. ستیز بین تاریکی است و روشنایی، جدال بین تباهی است و اندیشیدن. به قول شاملو، روزگار غریبی است نازنین. اجازه بدید که بدون اینکه زمان را از دست بدهیم برویم به سوی آقای دکتر عطا هودشتیان و درودی داشته باشم به ایشون و برنامه رو با ایشون آغاز کنیم. آقای دکتر، درود بر شما. درود بر شما آقای گوهرزاد عزیز، تشکر از دعوتتون. امیدوارم که بحث مفیدی داشته باشیم امروز. خواهش میکنم. آقای دکتر، پیش از اینکه واقعا وارد بحث بشیم، در اصل در ارتباط با بحث هست این ماجرا، ما در سالگشت یک انقلابی هستیم که به مردم وعده نان و آزادی و کار و حتی بهشت را بهشون وعده داد، ولی سرزمین ایران رو به جهنم بدل کرد که نیازی به رفتن به جهنم نداشته باشن، نان را تقسیم نکرد، اختلاس را عمومی کرد و آزادی رو هم در همواره در این 40 سال به شکلهای مختلف در قفس کرد. در روزهایی هستیم که خمینی به ایران آمد و مردم با هزار وعده و وعید تصور میکردن قرار است روزگار بهتری داشته باشند، ولی چنین نشد. در روزهای اخیر در ماه دی ماه خیزش تازه‌ای در ایران به وجود آمد که امروز نگاه میکنم میگه 4972 نفر دستگیر شدن در این نامآرامی ها. این عدد تازه افزون باید کرد اونهایی رو که هیچ وقت اعلام نمی کنن. یعنی با توجه به موازی کاری که در کشور هست، وزارت اطلاعات و امنیت، سپاه پاسداران و امنیت، انواع سازمان های مختلف هست، شمار بالاتر از این حرف. و بعد هم این دختران انقلاب که به خیابان ها میان و دستگیری های اونها. اگر ممکن است با مقدمه ای بر این برویم سر موضوع اصلیمون که پیوندی داره با همین مسئله. کاملا این مقدمه بسیار بجا و سنجیده است. زمانه گردش بسیار مهم تاریخی است در ایران و این رو به واقع هیچ قدرتی، چه قدرت آسمانی چه قدرت زمینی، در برابرش نمیتونه بیسته. دگرگونی، دگردیسی، تحول، یک انقلاب واقعی دیگه که لزوما انقلاب خونین از نوع قبلی نخواهد بود، ولی یک انقلابی که دگرگونی در ایران به وجود خواهد آورد، سرنوشت ناگزیر ملت ماست. ملت ما به طور حد در برابر قدرت اهریمنی که حاکم هست نیستن و ایستادگی اونها رو از همه زوایا میشود دید و زیباترین و برجسته ترین اونها که مردان بیشتر از زنان باید به دنبالش باشند و کمک کنند، خیزش همه جانبه زنانه. اینکه در واقعا سینه سپر کردن در برابر این قدرت اهریمنی، در برابر اجباریات ساده مثل حجاب، یک اجباریت ساده است، از این شروع میکنن تا مقابله مستقیم با قدرت دیکتاتوری همه جانبه حکومتی و سیاسی و اجتماعی. و این به واقع جای شادمانی بسیار داره و من فکر میکنم که روزگار دگرگونی رسیده و این دگرگونی رو در کارها و اقدامات و همین شعری که داریوش خوند میشود اون رو دید و حرکت میمونی است. و بدون تردید این رژیم رفتنی است. یعنی بر سر این بحثی نیست، اینکه چگونه رفتنی است، چه زمانی رفتنی است، و مهمتر آنچه به بحث امروز ما باز میگرده، چه نظامی، چه رژیمی، چه ماهیتی حکومت بعدی رو تعیین میکنه، بسیار مهمه. بنابراین در آستانه تحول آینده از همین امروز میباید که به بحث نشست و چند و چون نظام قبلی بعدی رو از همین امروز مورد تدقیق قرار داد. اشاره فرمودیم به دختران انقلاب و دختران خیابان انقلاب. فقط به این نکته اشاره کنم که این شمار زمانی به مرحله‌ای خواهد رسید که حکومت را فرو می‌ریزه که فقط شمار دختران خیابان انقلاب نباشه، شمار زنان و مردانی باشه که دوشادوش یکدیگر در خیابان‌ها برای گذار از جمهوری اسلامی گام برمی‌دارن. آقای دکتر، به نکته ویژه‌ای هم اشاره فرمودین. مردم میدانن که چرا میخواهند بین ببرن، همه میدانن از جمهوری اسلامی میخواهند گذر کنن، اینکه چگونه میخواهند جایگزین اون رو داشته باشن بحث گفتگوی امروز ما. شما مقاله بسیار دقیقی نوشتین که شاید از توان و قدرت این برنامه ما بیرون باشه و بسیار بحث سازماندهی و بحث رهبری است و حتی گنجوندن یه بخشش در اینجا دشوار میتونه باشه، ولی
من از بخش رهبری اگر آغاز کنیم در آینده میتوان بیشتر به این پرداخت، برای اینکه بحث فقط یک روز و دو روز نیست. همواره در این روزها بحث بر این است که رهبر نداریم، جنبش بدون رهبر است. از سوی دیگر همواره این بحث مطرح شده که دوران جنبش های رهبردار رهبر کاریزماتیک به پایان رسیده، ولی این پایان رسیدن همیشه باید به نوعی دغدغه فرهنگی هم بشه. یعنی تا زمانی که فرهنگ یک سرزمینی و جنبشاش در طلب این هست که یک نفر پیش قراول باشه و در جلوی صف حرکت بکنه و رهبر باشه، یه مقدار دچار مشکل هستیم. برویم سر این مسئله، چرا جامعه ما در این دوران هست و شما نگاهتون به رهبری در امروز جهان به ویژه در امروز ایران چیست؟ در خدمت شما هستیم. میتوان با مقدمه خیلی گذرا به رهبران گذشته ای که کاریزماتیک بودن در دنیا آغاز کرد، که وقتی نمونه میدیم که امروز دنبال چنین رهبرانی نیستیم، دنبال چه هستیم؟ در خدمت شما. دنبال چه هستیم؟ درست پرسش همینه، دنبال یک دگرگونی، یک چیز متفاوت هستیم. و گاه مردمان آنچه که عمل میکنن و میزیستن در زندگی روزانه در نظرگاه تئوریک فرموله نمیشه. ما در واقع از دور داریم نگاه میکنیم، دست بر آتش نداریم، ولی میتونیم چیزهایی رو ببینیم که مردمانی که در روزگار امروز در خیابانها هستن خودشون رو ابراز میکنن، نظرات خودشون رو ابراز میکنن اینجا و آنجا، اونها رو شاید بتونیم فرموله کنیم. وظیفه ما این است که تئوریزه کنیم، یعنی به مقامی در واقع این حرکت رو برسونیم که قابل فهم باشه برای روزگار امروز و روزگار آینده. تئوری رهبری جدید ریخته نشده در ایران. درسته که ناله ها و شکوه ها و شکایت ها بسیاره و میگوییم که ما رهبر از نوع گذشته نمیخواهیم، اما چه چیزی میخواهیم و چگونه میخواهیم؟ و این بسیار مهمه. سازمان میگوید که چگونه میخواهیم رهبری، تئوری رهبری میگوید که ماهیت اون رهبری که در رأس قدرت قرار میگیره چگونه باید باشه. ببینید، مغز کلام، جان کلام این هستش که دوران رهبری بلا منازعه، تکروانه، تامگرا، تمامگرا سپری شد. این بزرگترین دستاورد و جنبندی هستش که امروز روز از این 39 سال در تاریخ به اصطلاح سرکوبگرانه، یعنی سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی میتوان به دست داد. دوران رهبری تیپ خمینی، تیپ استالینی، تیپ این مدلی که همه حقیقت رو در دست داره و چیزی سخنی فراتر از اون نمیشود گفت، سپری شده. این اولین نتیجه است. حالا این اگه سپری شده چگونه رهبری باید باشه؟ ببینید، رهبری بلا منازعه که همگان به دنبالش باشن دیگه امروز بابروز نیست، اگرچه اینجا و آنجا در خیابانها و دهات و روستاها و شهرها و شهرکها چه بسا صحبت از نوع رهبری میشه، رهبری بزرگ. اما باز اون طبقه متوسطی که میباید تحول نهایی رو ایجاد بکنه در شهرهای بزرگ که کلید اصلی تحرک هستند، در اونجا در نزد طبقه بزرگ، در نزد روشنفکران، در نزد کسانی که شعارها رو می نویسن و فرموله می کنن و تحلیل می کنن، در نزد کسانی که ایده می دن، دیگه مسئله رهبری بلا منازعه اون ترک برداشته، دیگه اعتبار نداره، دیگه مشروعیت نداره. درست اینه بحث، درست اینجاست که ما نگاه که بکنیم می بینیم که فرض فرمایین این یه فقط تئوری نیست، بلکه در عمل مثلا ما در جنبش های اواخر قرن بیستم و در اوایل قرن بیست و یکم شاهد این حرکت هستیم. مثلا نگاه کنیم به سراسر جنبش های اروپای شرقی که با اونها در واقع قرن گذشته رو ما تمام کردیم، خاتمه دادیم. در سراسر این جنبش ها خبر از یک رهبری بلا منازعه تکروانه که در رأس قدرت هرمی، در رأس قدرت جنبش سیاسی بیسته نیست. یک فیدل کاستروی بزرگ، یک استالین بزرگ، یک ماو بزرگ، یک خمینی بزرگ، دیگه خبری از اونها نیست. میبینیم که این جنبش به شکل حرکت شبکه‌ای حرکت میکنه و در واقع به عبارتی رهبرچه ها، رهبرهای کوچک هستن که جنبش رو میگردونن. خود این یک نشانی از یک تحول بزرگه. عین این حرکت رو، و درست زیبایی قضیه اینجاست، عین این حرکت رو ما در جنبش های بهار عربی میبینیم، در سراسر جنبش های عربی، بهار عربی، در تونس، در مصر، در خدمتون عرض شود که حتی در اوایل حدود فوریه 2011 بعد از اون در سوریه که حالا امروز به خونه خون کشیده شده،
به خونه خاک کشیده شده، در سراسر کشورهایی که مورد این حرکت قرار گرفتن، حرکت های جنبش های خود به خودی قرار گرفتن، خبر از یک رهبری بلا منازع، تکروان، یک ایدئولوژی ستورک که اقناع کننده باشه، یک اسلام سیاسی، خبری ازش نیست. بلکه آنچه موجوده خود حرکت مردمه. یعنی چی؟ یعنی ما تاکنون پیش از این یک هرمی رو می‌دیدیم که در رأس یک قدرت، در رأسش یک قدرتمدار تام و تمام هست که رهبری جنبشو داره، و یک بدنه رو می‌دیدیم که به دنبال این هرم میره، به دنبال رأس هرم میره. امروز روز قضیه برگشت، عوض شده. هرم یک کمی سطحش، نوکش گشاد شده، رهبران متعددن، جا به جا میشن رهبران، و بدنه هستش که حرکت میکنه، بدنه جای اون رو گرفته. در جنبش سبز درست همینطوره. ما نخستین جنبش اجتماعی داریم که در طول 6 ماه حرکت کرد، جنبش سبز، ولی 3 تا رهبر داشت. یک رهبر به نام منازعه همه جانبه نداشت، 3 تا رهبر داشت، و چه بسا که این 3 رهبر گاه به گاه از خود حرکت جنبش سیاسی و اجتماعی مردم هم عقب بود. حتی جنبش دیماه امسان رو میبینیم که این جنبش فراگیر گسترده که بسیارم قوی بود، خشنتر بود، و به واقع جای این خشم قابل توجیهه، قابل فهمه، باید که جنبش های مسانداتامیز مثل قبل دیگه جواب نمیداد و اینها با خشم آمدن بیرون. درسته که مسالمت آمیز، حرکت مسالمت آمیز بسیار خوبه، بسیار سنجیده است، بسیار رهروه، ولی در واقع این رو هم نگاه کنیم، باز ما یک رهبر بلا منازع نداریم. جنبش سیاسی از 2 سو مواجه با این قضیه شده. 1، جایگاهی برای رهبری بلا منازع وجود نداره. 2، جنبش ها خودشون اون نوع رهبری رو دیگه نمیپسندن، جنبش ها خودشون دیگه خواهان این نوع رهبری ها نیستن. آی دکتر، ببینید شما به این نکته اشاره کردیم، من اینجا برام همواره یک سوال درون پرانتزی مطرحه. به جنبش‌های اروپای شرقی وقتی شما اشاره می‌فرمایید، ببینید جنبش‌های اروپای شرقی در شرایط کشورهایی به وجود میاد که این کشورها دارای احزاب هستند، احزاب خودشون رهبران سیاسی خودشونو دارن، ولی هیچ کدوم از اون رهبرها به تنهایی ممکن است رهبری جنبش رو به عهده نداشته باشه، ولی آوردن مردم به خیابان و گفتن اینکه چه باید کرد چه نباید کرد از یک مسیر حزبی عبور میکنه که ایران فاقد اونه. یعنی ما نتونستیم به اون برسیم. حالا در خارج از کشورم که اتفاقا ما آزاد بودیم که حزب و سازمان و اینا داشته باشیم، تولید رهبری نتوانستیم به اون مفهوم بکنیم که مورد پذیرش همین شکل جنبشی که شما میفرمایید، شکل شبکه‌ای که هست، بتونه شبکه رو سازمان بده. ما مشکل اساسیمون در این بخش داره خلاصه میشه. مردم به هر روی همه از نظر فرهنگی یگانه نگاه نمی‌کنن، جوانان با جهان در رابطه هستن، جهان امروز رو میبینن، ممکن است همین رهبری شبکه‌ای رو که شما میفرمایید اونا میبینن که چگونه عمل خواهد کرد و در جهان چگونه عمل کرد، ولی خیابان پرسشش همیشه یه چیز دیگه است. در یعنی مجموعه یک کشور 80 میلیونی در انتظار یک حرکتی است که سامان بده باشه، بتونه سازمان بده، و ما این رو فاقدش هستیم. بله، فاقدش هستیم، و به واقع به عبارتی اروپای شرقی متفاوت بود با ایران، همچنان که شیلی، آفریقای جنوبی و حتی بهار عربی با ایران متفاوته. ایران هم مشخصات و ویژگی‌های خودشو داره، مثلا قدرت بسیار اهریمنی و بسیار سرکوبگر سپاه پاسداران، بسیج، نیروهای متعدد هستن که اجازه به نفس کشیدن نمیدن. راهی غیر از این هستش که بعد به مبارزه ادامه بدیم؟ راهی غیر از این هست که بعد مقاومت بکنیم، و این مقاومت حتما بی تردید میباید که مقاومت مدنی باشه. احزاب در ایران احزاب خودساخته، احزاب برساخته اراده رژیم هستش، احزاب مستقل و در واقع آزادی خواه واقعی نیستن، ولی این مشکلات راه ما هست، ما هم این مشکلات رو داریم. به عبارتی بحثی که اینجا یا در مقاله عنوان شده است اینه که یک انتظار این که یک رهبری بلا منازع مثل قبل باشه رو نداشته باشیم، اگرچه مردمان اینجا و اونجا صحبت از این شخصی آن شخص میکنن، اما اون انتظار رو نداشته باشیم. 2، اینکه بخوایم که بیش از هر چیزی بدنه حرکت بکنه، یعنی بدنه، یعنی همون شبکه‌ای که به طور به عبارتی خود به خودی حرکت کرده، و این حرکت خود به خودی رو ما بتونیم درش نفوذ بکنیم و گسترش بدیم، و بتونیم که در واقع به عبارت یک
شکلی از نوع سازماندهی رو درش ایجاد بکنیم. این رو در واقع احتیاج به انواع و اقسام کمک‌های متعدد هست، یعنی کمک از خارج و داخل باید باشه، این که تردیدی برش نیست، اما راه حل به اصطلاح ماجیکی وجود نداره که بگیم که در واقع به عبارتی باید این راه رو. تنها راهی که مانده است، تنها راهی که مؤثر هست، ادامه جنبش‌های خود به خودی است. ما احزاب سیاسی مثل اروپای شرقی نداریم، ولی که جاهایی بوده امکاناتی، نمونه هایی هستش که نشون میده که بدون وجود احزاب، بدون وجود سران قدرتمند، بدون وجود وضعیت به اصطلاح دیگری میشود که در واقع در ایران حرکت ایجاد کرد و با مقاومت ایستاد. مثلا شما نگاه کنید در جریان همین تظاهرات اعتراضات دیماه قضیه ادامه داره پیدا میکنه و اگر ادامه پیدا کنه با پشتیبانی حرکت‌های خارج کشور، داخل کشور و شبکه‌های وسیعی که وجود داره میتونه احتمالاً به یک مقاومت مدنی بزرگ هم منجر بشه. تحریم کردن مثلا یک سری اقداماتی مثل تحریم کردن یا مقاومت‌های مدنی متعدد و یا حرکت‌هایی که امروز در نزد زنان ملاحظه و مشاهده می‌کنیم. به مسئله زنان اشاره فرمودین، من همین داستانی که زنان و دختران انقلاب آمدن به خیابون و درستم حرکتشون رو آغاز کردن، اونها هم سعی کردن در روزهای نخست با دستگیری ها اون رو خط بزنن، به فراموشی بسپرن، ولی دیدیم که شمار بیشتر شد و بیشتر شد. یا خود خیزش دیماه به اون شکلی که مردم برای در جستجوی نان به خیابان آمدن، به جای جنبش سبز که در جستجوی رأیشون به خیابان آمدن، این بار در جستجوی نان آمدن، نان منکو، این نان منکو. ولی دیدیم که استمرار یک جنبش نیاز اصلی یک حرکت شبکه‌ای است. یعنی اگر شما به بهار عربی در مصر اشاره بکنید، دارین نگاهش میکنین، خب تونس شکل دیگری داشت، دلیلش احزاب بود، احزاب توانستند در کنار هم بودنشون موج جنبش رو نه به صورت 100% ولی به اون میزانی که میتوانند سامان بدن. در مصر ما شاهد این بودیم کسانی که به خیابان آمدن دیگر بر نگشتن تا جنبش به نتیجه رسید. ما این رو هنوز در ایران حتی در جنبش سبز نداشتیم. جنبش سبز انگامی که غروب میشد همه به خانه های خودشون برمیگشتن، دوباره فردا یک روز نو بود، یک آغاز نو بود. در این خیزش هم با تمام حرکت و تلاشی که هست، مشکلی که هست این هستش که ماندگاریش دچار مشکل میشه. زندگی مردم هست، سپاه پاسداران هست، نوع حکومت پلیسی است که در ایران حاکمه، همه اینا درست. من پرسشم این است که این نوع رهبری شبکه‌ای که شما در نظرگاهتون مطرح می‌کنین در بین دو توقعی که وجود داره، توقع دوم که رهبری شبکه‌ای رو دارین نگاه می‌کنین بهش، این رو چگونه می‌شود بیشتر بهش قدرت بخشید، بیشتر به قول این غربیا پروموتش کرد، ترویجش کرد و همگانیش کرد؟ ضعف بزرگ جنبش فعلی که از دیماه شروع شد و کم کم اینجا و آنجا به طور پراکنده وجود داره، عدمش دخالت و شرکت طبقه متوسطه و پیروزی بزرگ نظام بر این هستش که به عبارتی اینجا و آنجا توانست یا توانسته و امروز این هم ادامه میده که تونسته در واقع به عبارتی طبقه متوسط رو یک مقداری اقناع کنه و تا اونجا که میشه اون رو به یک نوع پاسیویسم سیاسی بکشونه. طبقه متوسط نیازی به حرکت نمیدونه، نمیبینه، چون که سرانجام کام رو نمیبینه. اونطوری که در واقع طبقات زیرین حرکت میکنن شجاعانه به خاطر نان، طبقه متوسط درد نان نه که نداشته باشه، ولی به عبارت دیگه ای داره، شدیداً و عمیقاً به دلالی روی آورده. سرمایه‌داری دلالی در ایران به جای سرمایه‌داری صنعتی روش کرده، به جای سرمایه‌داری حتی تجاری یا حتی سرمایه‌داری بانکی، سرمایه‌داری دلالی که طبقه متوسط دامنگیر شده عمیقا و شدیدا و نظام هم به همین دامن میزنه. به عبارتی ما در برابر از سوی دیگه یکی بنابراین پاسیویسم فوق العاده نگران کننده یه طبقه متوسط، دوم به یه عبارتی همبستگی فوق العاده زیاد نیروهای سرکوبه. یعنی راه حل اساسی برای ادامه حرکت شکاف در نیروهای سرکوبه. یعنی اگه بشود مثل تمام تقریبا نمونه ها، نمودارهایی که در رژیم های دیگه بوده، نیروهای سرکوب شکاف درشون که وجود بیاد، امکان گشایش بیشتر و امکان تداوم حرکت اعتراضی هم بیشتر خواهد بود. یعنی در واقع
هیچ راهی به غیر از حرکت شبکه‌ای نیست. حرکت شبکه‌ای امروز به عنوان تنها آلترناتیو موجود برای ادامه حرکت هست. یک دومی که هیچ گونه امیدی به یک رهبر نجات دهنده وجود نداره. نجات دهنده واقعی خود مردمند. نجات دهنده واقعی خود مردمی هستن که به عبارتی رهبری رو باید انتخاب بکنن، رهبری رو باید به هر حال بپسندن و به جهانیان تقدیم بکنن، ارائه بدن. درسته اون، اما اینکه نخست بدنه امروز حرکت میکنه و نخست بدنه میبایست که امروز شهامت داشته باشه و حرکت بکنه. و اگر بشود که به عبارت این شبکه رو هرچی بیشتر گسترش داد و اعتقاد داشته باشیم به شبکه، انقدر منتظر رهبران نجات دهنده تمامگرا نباشیم، اگرچه امروز روز نیستن اصلا در صحنه. حتی شما به نگاه بکنیم به رضا پهلوی که یکی از به اصطلاح آلترناتیو هایی شده است که در واقع امروز وجود داره. نگاه که بکنیم ایشون بسیار شخصیت دموکراتیک شده، بسیار شعارهای دموکراتیک میده، بسیار قابل تمجید قرار گرفته هرچی بیشتر، اما شخصیت کاریزماتیک پیشین رو نداره. خود این نشون دهنده تحول دورانه. خود ایشون خودش رو کاریزماتیک هم نشون نمیده و خودش هم شخصیت کاریزماتیک نیست. و میبینه اینکه دوتا به هم دیگه به عبارتی ارتباط داره، اینکه دوران دورانه شخصیت های بزرگ کاریزماتیک نیستن. اگر رهبران به رهبران اندک و کوچک و مشاورتی و انتخابی و دوره‌ای بدل شدن، این درست با به سخن ماست و درست اون چیزیست که امروز روز جهانیان میخوان و داره تاریخ ایران هم داره به سوی این میره. بنابراین برای خلاصه گویی، یک طبقه متوسط بسیار اسرت زده و غم زده و عقب کشیده. دو، نیروهای سرکوب بسیار هماهنگ عمل میکنن و این جای تأسف داره که نشده که امروز جنبش سراسری طوری عمل بکنه که شکاف به وجود بیاره. سه، خبری از رهبران بلا منازع و فرهیخته و یک دست و تامگرا نیست و این امر خوبی است. امروز روز اطراف که نگاه بکنید، رهبرچه های کوچکی هستن که دخالتگرن. من به نظرم همه رهبران، چه از نیروهایی که به اصطلاح متعلق به رژیم گذشته هستن، چه نیروهایی که امروز هستن دموکراتیک سکولارها، چه نیروهای دینی که دموکرات شدن یا حتی نقاب دموکراتیک دارن، همه میباید در این شکل در این جریان شکل بکنن و اعتقاد داشته باشیم که فقط از طریق تکان دادن بدنه و شبکه گسترده هستش که در واقع تحول واقعی صورت میگیره. یعنی به نوعی شما میفرمایید که هر کدوم از اینها که در معنایی در قدرت دارن یا معنایی در سازماندهی دارن یا معنایی در درون کشور ایران دارن برای رهبری، بتوانن نیروهای خودشون رو به خیابان بیاورن هماهنگ با دیگر نیروها و همه به نوعی فشار اصلی رو بدنه بذاره و قدرت رو ساقط کنه از حکومت جمهوری اسلامی. کاملا کاملا. یعنی امروز دوران فرقه گرایی و در واقع حزب گرایی و قدرت برای من و فقط برای من گذشته. دیگه باید درها رو باز بکنیم، به نوعی پلورالیسم سیاسی و اجتماعی معتقد باشیم که این پلورالیسم سیاسی و اجتماعی نشان از این داره که قدرت میبایست در آینده ایران گردشی باشه، قدرت در آینده ایران میبایست انتخابی باشه، قدرت حتی اگر ما نمیدونیم چی میشه در آینده، اگر یک دوران سلطنتی مجدد در ایران ایجاد بشه، میبایست که اگر شاهی باشد مونارک یا شاه به واقع در کنار بیسته. قدرت سیاسی از آن نیروهایی است که میآیند و میروند، تنها قدرت سیستم میمانه، یعنی نظام میمونه، بلکه رهبران میآیند و میروند. رهبران باید گردشی باشند، مشورتی باشند، رهبران میباید انتخابی باشند. قدرت مورسی وجود نداره، هیچ نیروی الهامی الهی آسمانی دیگه نمیتونه مشروعیت به قدرت و به رهبری قدرت بده، هیچ نیرویی. بلکه آنچه که مشروعیت میده، ما برای یک بار برای همیشه متوجه بشیم که این مشروعیت متعلق به مردمه، حق از آن مردمه، نه از آن رهبری که در واقع تمامیت قدرت رو متعلق به خودش کرده. دوران انحصار طلبی عوض شده، سپری شده و این دوران و این سپری شدن و این نیروهای جدید و این فکر جدید و این اندیشه جدید در نزد رهروان طبقه متوسط وجود داره، اگرچه طبقه متوسط حرکت نمیکنه اما اعتقادی به نظام نداره، اگرچه وارد نمیشه دخالت نمیکنه اما اعتقادی به نظام نداره. او هم معتقد هستش که دوران این نظام سپری شده، اما جرأت و شهامت رو نداره، به دلایلی که پیش از این عنوان کردم.
شما ای دکتر به سن مورد اشاره فرمودید، من یک مورد حاشیه‌ای را بهش اضافه کنم. در این خیزش دیما اصلاح طلبان در نزدیکترین نقطه به سرکوبگران قرار گرفتن، مخالف با این خیزش بودن، انتقاد از خیزش کردن و حتی تحقیر کردن، و اینها خودش نکته ای است که تا اندازه یه مقدار بخشی از اون طبقه متوسط رو که همراه با اونها بوده وارد خیابان ها نمی کنه. دقیقا یعنی طبقه متوسط یک طبقه فرتوته و خسته است و اصلاح طلبان در واقع به عبارتی بخشی از این طبقه رو نمایندگی میکنن. و دورانی شد که در دی ماه ما متوجه شدیم که ماهیت طبقه در واقع اصلاح گرایان چیست. برخی از روشنفکران، همراهان، قلم زنان معتقد بودن که به هر حال این طبقه متوسط، این ببخشید اصلاح گرایان و اصلاح طلبان می توانند که رهگشا باشند، به عبارتی گشایش تدریجی در نظام ایجاد بکنند، یه نوع فرسایشی در قدرت سرکوبگران ایجاد بشه از طریق دخالت اصلاح گرایان. و اصلاح طلبان در واقع این با این شعار که ما میاییم برای اینکه اوضاع رو یک کمی بهتر کنیم، حدوداً کمتر از چهار دهه مردم رو علاف خودشون کرده بودن. به عبارتی این جنبش دیما نشون داد که اصلاح طلبان در واقع اگر بخوان انتخاب بکنن، در هنگام انتخاب اتفاقا نظام رو انتخاب میکنن و ولایت فقیه رو انتخاب میکنن و نه مردم رو. و اینجا درست خط کشی ها روشن شد. و خوبی قضیه این هستش که برخی از اونها هم کم کم به این سو دارن میان، یعنی به سوی مردم دارن کشیده میشن. و این شکاف بسیار خرسندی است. یعنی در واقع با این شکاف هستش که ما میتونیم در بیشتر قدرت شبکه‌ای رو، حمایت بیشتری از این قدرت شبکه‌ای کسب بکنیم. نیاز داریم که در میون بالایی‌ها شکاف به وجود بیاد. اصلاح طلبان نیاز داریم که به سمت جنبش حتی بیان، اما دیگه این جنبش نباید پیرو اصلاح طلبان باشه. دیگه این جنبش نباید پیرو به کسانی باشه که نظام رو میخوان اندکی رنگ و لعاب بهتری بهش بدن. این دوران سپری شده. نظام میبایست برود، یک نظام دیگری بیاید که این نظام دیگر بر پایه انتخابات و بر پایه حرکت همه جانبه بدنه استوار باشه که عبارت میشه از جوانان، زنان، طبقه متوسط و طبقه زیرین جامعه. اینها میبایست که با شهامت بسیار و با احترام در جامعه دخالت بکنن، انتخاب بکنن نیروی رهبری آینده رو. آی دکتر، در زمان باقی مانده شاید ما هنوز هم نتونستیم وارد مقاله عمیق شما بشیم و اینو میتوان گذاشت برای آینده، چون در هنگامی که داریم از رویدادهای روز آمد صحبت میکنیم، بحث تعقلی شما در اینجا یه مقدار ممکنه سخت و دشوار باشه باش رابطه برقرار کنیم. ولی برای نمونه در این زمان باقی مونده، این نوع رهبری که شما بهش اشاره میکنیم و این نوع سازماندهی که شما بهش اشاره میکنیم، خب رهبری های گذشته رو نمونه هاشو داریم و سازماندهی های گذشته رو نمونه هاشو داریم. یعنی قرن گذشته شاهد چند انقلاب بوده در دنیا به طور مشخص که این حالت رو نشون میده، از انقلاب اکتبر گرفته تا اون سو، تا انقلاب خود جمهوری اسلامی رهبر داشته، معلوم بوده چه کدی داره حرکت میکنه. این نوع شکل رهبری شبکه‌ای و نگاه به قول شما رهبری رقیق در سطح، چگونه دیدگاهش شکل گرفته، چه کسانی به این مسئله بیشتر پرداختن؟ این رو برای میپرسم که مقدمه‌ای باشه برای اینکه جوانانی که به برنامه نگاه میکنن برن مطالعه بکنن. بله حتما. البته این بحث در دوران جنبش سبز آغاز شد، یعنی زمانی که ما مشاهده کردیم که برای نخستین بار یک جنبش اعتراضی بسیار وسیع صورت گرفته، بدون اینکه یک رهبری بلا منازع هم مانند در واقع رهبری های گذشته در ایران یا در جهان آنطور که ملاحظه شده دیده بشه. خلاصه کلام این هستش که ما مقایسه میکنیم جنبش ها یا انقلابات قرن بیستم رو با جنبش ها و انقلابات قرن 21. در واقع مطلبی که من نوشتم آغاز یک کتابی است به نام ایران به سوی قرن 21. و این 21 در واقع به عبارتی هرچه بیشتر یک خصوصیتی داره به نام پارتیسیپیشن، یعنی مشارکت عمومی. ویژگیش در واقع عصر دیجیتاله، که ما در عصر دیجیتال آنگونه زندگی میکنیم که روابط به جای اینکه به عبارتی عمودی باشد و از بالا به پایین یا از پایین مستقیم به بالا، به عبارت هرچی بیشتر افقی شدن. یعنی این مغز کلام این است که امروز در دوران افقی زندگی
ملاحظه بکنیم. فرض بفرمایید که جنبش‌های قرن 20 رو هم تو که اشاره کردم مقایسه کنیم با قرن 21 در سراسر انقلابات قرن 20 به غیر از حالا اون اواخرش، برای سراسر از 1917 ما 4 ویژگی مهم می‌بینیم. یکی این که تمام این انقلابات روسیه، چین، کوبا، حتی ایران یک رهبری به نام نازل داشته. دوم که یک سازمان هرمی سراسری و گسترده داشته که ایران البته استثناست و بعدن این سازمان رو میگیره. سوم که یک ایدئولوژی راهنمایی قانع کننده داشته که سراسر انقلاب رو هویت میداده و لجیتیمیت یا مشروعیت بهش میداده. این ایدئولوژی مارکسیست بوده در یه دوره، در دوره انقلاب ایران ایدئولوژی اسلامی بود و غیره و غیره. و چهارم این است که تمام انقلابات قبل از حرکت یک برنامه داشتن. حالا در مورد باز انقلاب ایران تفاوت‌هایی وجود داره، ولی مجموعاً ما میدونستیم کجا داریم میریم. در جریان جنبش‌های قرن 21 که در اواخر قرن 20 شروع شد، از حرکت‌های متعدد و گسترده و اروپای شرقی که شروع بکنیم که به خاتمه عصر دوران جنگ سرد و خاتمه کمونیسم منجر شد و بعد بیایم به جریان جنبش‌های بهار عربی، جنبش سبز در ایران و همینطور جنبش حالا دیباه که در واقع جنبش سراسری واقعی واقعا هنوز نیست، حرکت اعتراضی است. نگاهی بکنیم می‌بینیم که 4 ویژگی داره که درست در مقایسه با جنبش‌های گذشته است. یکی اینکه هیچ کدوم اینا به طور بدون تردید، هیچ کدوم اینها صاحب یک رهبری بلا منازعه یگانه تمامگرا نیستن که مدل‌هاشو ما در قرن 20 دیدیم. موسولینی و هیتلر و خمینی مدل استبدادگرایانه‌شان، استالین و لنین و ماو و کاسترو مدل تمامگرایانه‌شان که در واقع اونا محصل انقلاب هستن. و یکی این که بنابراین رهبری به نازعه یگانه یک دست وجود نداره. دومی که سراسر این جنبش ها اروپای شرقی، بهار عربی و غیره و غیره یک سازمان سراسری، یک حزب همگانی باشه مثل حزب بولشویک، مثل حزب کمونیست چین و غیره و غیره وجود نداشته، بلکه حرکتی است که بیشتر افقی، حرکت شبکه‌ای است که گله به گله اینها به هم دست به دست هم میدن و یک جنبش سراسری ایجاد میکنن و دیکتاتورها رو میاندازن. و سوم اینکه اتفاقا در سراسر این جنبش ها خبر از یک ایدئولوژی وجود نداره. ما در دوران خاتمه ایدئولوژی هستیم، زمانی که جنبش های افقی یا شبکه‌ای آغاز میشه. در دوران خاتمه ایدئولوژی ها، یعنی دیگه ایدئولوژی اسلام سراسری یا کمونیسم در واقع که سراسر نیمکره خاکی رو گرفته بود در دوران جنگ سرد، دیگه شاهد این حرکت نیستیم. و سوم این، چهارم این که برنامه‌ای در واقع این جنبش‌ها ندارن، برنامه رو بعداً یا این برنامه ماحصل شور و مشورت قدرت‌هایی است که در جریان جنبش‌ها تونستن دیکتاتوری رو بردارن و نشستن و برنامه ریختن. این 4 تا رو می‌بینیم. یکی از ویژگی‌های بزرگ بهار عربی و جنبش سبز خاتمه یا سقوط اسلام سیاسی است که این رو من در یک چندین مصاحبه و گفته بود. در دوران جنبش سبز گفتم که در واقع ما به این معنی نیست که اسلام بی‌اعتبار شده است یا سقوط کرده است، بلکه به این معنی است که دوران ایدئولوژی اسلام سیاسی همچون راهبر جنبش‌های اعتراضی که بتواند در جلو بیسته و آینده رو نشون بده که در واقع انعکاسی از گذشته است. این ایدئولوژی دیگه راهبر ما دیگه نیست و به چشم نمیخوره. در تمام جنبش‌های بهار عربی در سراسر این کشورها، به خصوص تونس که پیروز شد، حتی سوریه که امروز هنوز به اصطلاح ادامه داره ماجراش، در لیبی و در مصر هیچ کدومش اسلام به عنوان راهبر و رهبر ایدئولوژیک دیگه وجود نداره. این خیلی خیلی مهمه. اینکه ما در اگرچه در کشورهای اسلامی هستیم، اگرچه مردمان به اسلام هنوز معتقدن، اگرچه اسلام اعتبار اجتماعی داره، ولی دیگه اعتبار سیاسی خودش رو دست داده. بنابراین خلاصه کلام این است که ما در دوران دیجیتالی هستیم و در دوران دیجیتالی روابط هرچه بیشتر به روابطی بدل شده است که پارتیسیپیشن یا شرکت عمومی تعیین کننده است و لجیتیمیته یا در واقع مشروعیت دیگه از رهبر بلا منازعه، رأس هرم یا ایدئولوژی حاکم نمی آید، هرچه بیشتر در واقع از بدنه میاد که نمونه هاش بسیار زیاده و گفتار تئوریک و فلسفی اون رو در مقاله عنوان کردن که به هر حال جای سخن دیگری هست.
هست. بی تردید. ولی یک نکته‌ای در این میان هست و اون در این وقت باقی مانده 7-8 دقیقه‌ای می‌خوایم بهش نگاه بکنیم. این جنبش دی ماه به هر روی حرکتی بود که آغاز شد و بی تردید پایان نیافته. میره آتش زیر خاکستر مثل موج میاد میره تا اینکه فراگیرتر میشه و میتونه تاثیر خودش رو داشته باشه. ولی یک نکته ای که هست این است که در این 40 سال گذشته جمهوری اسلامی به نوعی فرهنگ سازی کرده. فرهنگ سازی که من نمونه های اون رو در بین اندیشه های حتی جوانان امروز میشه دید. ممکن است که مخالفش هستند ولی خود به خود یک لایه‌ای باقی گذاشته در ذهنیت که چگونه یه جنبش حرکت میکنه، چگونه یک نخواستن یک حکومت رو میشه جابجا کرد، چگونه میشه حکومت رو به زیر کشید. همه اینا رو اونا به نوعی فرهنگ سازی. چقدر ما میتونیم در غرب که فرصت داریم و این وقت رو داریم بتونیم فرهنگ سازی اونها رو با یک فرهنگ سازی تازه روبرو بکنیم که با در این عصر دیجیتالی که شما اشاره میکنین و عصری که جهانی است مدل‌های مختلف مورد بررسی و فراگیری بیشتر قرار بگیره. شما توجه دارین که در واقع رضا شاه که این همه راجبش صحبت شده بیشتر از 16 سال در ایران حکومت نکرد. محمد رضا شاه که میراث بسیاری به جا گذاشت بیشتر از 25 سال حکومت نکرد. این حکومت فعلی تقریبا داره به 4 دهه عمرش میرسه. بنابراین بسیار طبیعی است که به هر حال ما در یک زمین میزیم با نظام اسلامی. او هم همین زمین رو با ما شریک شده. یعنی ما در ایران میزیم و هر چه بکنیم به هر حال نمیتونیم فرار کنیم از این مخمصه و نفوذ اسلام حکومتی. به عبارتی نوعی اعتقاد در حتی مخالفین نسبت به به هر حال برخی فرهنگ‌ها یا زاده‌های فرهنگی حکومتی چه بسا وجود داشته باشه. این مسئله بسیار مهمی نیست، ولی به این مسئله نکته اساسی دیگه‌ای وجود داره. اونم این هستش که شما نگاه کنیم به کل منطقه و در ایران، کل منطقه و ایران ببینید غالب کشورهای منطقه سن متوسط جمعیت حدود 25 ساله. تمام این کشورها کشورهای جوانی هستند از جمله ایران. یک دوم اینکه تمام این کشورها شاید به استثنای بعضیشون تمام این کشورها به خصوص ایران 90% جمعیت جوانش تحصیل کرده و بسیار به میزان بسیاری این جمعیت جوان متصل هستن به شبکه‌های جهانی. دیگه توضیح بقیهش اصلا دیگه بیشتر از این نمیخواد توضیح بدیم. زمانی که در ایران یک کانال اونم به اصطلاح تلگرام 40 میلیون عضو داره که بیشترین راندمانه، یوتیوب هم همینطور، تویتر هم همینطور و این میزان وابستگی یا کنکشن اتصال به جهان توضیح دهنده بقیه قضیه است. ما از این طریق میباید که بتونیم در واقع به عبارتی رهنمودهای خودمون رو بدیم و مردمان میدونن در واقع چه باید کرد. چیزی که هست، چیزی که امروز نیاز داریم، حالا آگاهی هست ولی بیشتر شهامته، بیشتر شهامت. اون چیزی که بیشتر بهش احتیاج داریم شهامت، یعنی ایستادن در برابر نظام و از خودگذشتگی. آن چیزی که در واقع کلید اصلی حرکت بوده است در گذشته و در امروز، چیزی بیشتر از این نیست. ولی به هر حال برای پاسخ گفتن به صحبت شما، ما در دورانی هستیم که جوانانمون بسیار بسیار اتصال دارن، متصل هستن به فرهنگ غرب و به اصطلاح مجموعه شبکه‌ای که نوعی آگاهی برای فردگرایی و آزادی فردی رو میده. به علاوه احترام، زمانی که صحبت از آزادی فردی میکنیم برخی فکر میکنن که این همان خودپرستی است، این همان فراموشی دیگری و همسایه است، این همان فراموشی قواعد و قوانین جامعه است، در حالی که برعکس فردگرایی این هستش که میرم آموزش میبینم، دانشگاه میرم، مدرسه میرم، کار میکنم، خانواده خودم رو میسازم برای اینکه به اصطلاح زندگی خودم بالا پر بدم. خیلی به خود فکر کردن کار سنجیده‌ایه، ولی این اساسا به معنا نیست و نباید باشه که دیگری رو، همسایه خودم رو، شاگرد مدرسه رو یا به هم شاگردی خودم رو و یا پدر و مادر خودم رو فراموش میکنم. اساسا به این معنی نیست و به این معنی نبوده. یعنی زمانی که تئوری فردگرایی آمد این اصولا مورد نظر نبوده، بلکه این مورد نظر بوده که ما میباید که به
رأی خودمون توجه بکنیم، به اراده خودمون توجه بکنیم. و امروز روز به واسطه شبکه بسیار وسیع به اصطلاح اطلاعات این به وجود اومده. یعنی ما شاهد این هستیم که به عبارتی جامعه ایران و به خصوص طبقه متوسطشون توقع داره، متوقع شده دیگه، مثل گذشته پیرو بیچون و چرا و بیپرسش نظام هرمی نیست، بلکه متوقع شده. این توقع هم در دو حالت به وجود اومده. نخست اینه که از خودش متوقع شده، خودش رو به گونه دیگه میبینه، دیگه در برابر آینه خودش رو که برده یه زبان بسته نمیبینه، بلکه میگه من هم سهم دارم، من هم هستم. متوقع چیه؟ احترامه. متوقع این است که دیگران بهش احترام بذارن. و به علاوه این، مهمتر از همه اینها، متوقع این هست که نظام به او و به رأی او، به حضور او و به زبان و کلام او احترام بگذاره. یعنی توقع دوم به وجود میاد. یکی توقع از خود به عنوان اینکه خودش رو حساب بکنه، من هم هستم. و این رو در جنبش سبز به بهترین نحو دیدیم. و دوم اینکه متوقع میشه از نظام که این نظام باید به رأی من اهمیت بده. نظام میباید که به من، به حضور من و به وجود من اهمیت بده. و این چیزیه که نظام های هرمی اساسا بهش توجه نمی کنن. در نظام های هرمی یک نوع توقع وجود داره، اونم این است که مردم که هیچ کاری نیستن، بلکه نظام در رأس هرم متوقع است که بدنه و لایه های زیرین دنبال در واقع رهبری بلا منازع باشه. درست نظام استالینی، نظام هیتلری، حتی نظام خمینی اینطوری بوده. و درست من این رو میخوام بگم که دوران ما که دوران دیجیتالی هست، از این نوع تفکر، از این نوع سازماندهی قدرت و از این نوع سازماندهی رهبری سپری شده و به دورانی رسیده که بدنه شرکت میکنه، بدنه تعیین میکنه و بدنه است که تصمیم میگیره چه نظامی برپا باشه و چه رهبری در قدرت باقی بمونه. آیا که سپاسگزارم. به این ترتیب گفتگو در مورد مقاله شما و اون چی که پایه‌های اصلی مقاله شماست میمونه باز برای برنامه دیگر که دیگه پیوندی با سالگشت انقلاب و نمیدونم این مسائل نداشته باشه. به طور مشخص شما این آموزه علمی رو وارد بحث و گفتگوی تلویزیونی بکنیم با امید گفتگو در اون روز. خیلی ممنون، تشکر از دعوتتون. سپاسگزارم. به امید دیدارتون در لس آنجلس. من هنوز منتظرم که به زودی شما تشریف بیارید. وعده‌شو دادین. با کمال میل. حتما. خواهش می‌کنم. تشکر از شما. روزگارتون خوش. خب بینندگان گرامی، به پایان برنامه می‌رسیم. به امید آزادی برای مردم ایران، صلح برای مردم جهان، روز و روزگارتون خوش.